خب الان دیگه باید بدونین نیدل پانچ چیه. تو ویدیوهای قبلی نیدل پانچ رو به صورت مقدماتی یاد گرفتیم و کاربردش رو فهمیدیم. سلام، من سارا هستم و یه ویدیوی جذاب نیدل پانچ دیگه داریم. بریم با هم ببینیم. اول از همه باید با دستگاه نیدل پانچ آشنا بشیم که شامل یه قلم مدرج و سوزنه. همه بستا چند تا سوزن رو ندارن، ولی یه دونه رو حتما دارن. برای بس کردن سوزن، قسمت پایین قلم رو در میاریم، سوزن رو میبریم داخل، روی عددی که میخواییم سفت سفت میکنیم. به این شکل. سوزن های دیگه برای نخ های مختلفه. سوزن نازکتر برای نخ نازکتر، سوزن کلوفتر برای نخ کلوفتر. یه دونه سوزن نخکن بزرگ هم داره که از سر قلم میبریم داخل، از تهش در میاد. بعد نخ کانوا رو ازش رد میکنیم و میکشیم. به این صورت. حالا دوباره از قسمت سوراخ نوک قلم، اون سمتی که کج نیست، میبریم داخل، نخ رو ازش رد میکنیم و میکشیم. به همین راحتی. اینم نخ کانوای متناسب با سوزن من. خب اینجا دوتا کارگاه داریم. یکی کارگاه گلدوزی، یکی کارگاه نیدل پانچ. فرق این دوتا چیه؟ کارگاه نیدل پانچ عرض بیشتری داره، سایز دوتا دایران با هم فرق داره. به طور کلی فشار بیشتری رو تحمل میکنه، وقتی پارچه رو توش قرار میدیم به مرور زمان شل نمیشه. کارگاه گلدوزی عرض کمتری داره، سایز دوتا دایره هم یکیه و به طور کلی فشار کمتری رو تحمل میکنه. شما میتونید از کارگاه گلدوزی هم برای نیدل پانچ استفاده کنید، ولی هی کار میکنین پارچه شل میشه، مجبورین دوباره سفتش کنید. پارچه نیدل پانچ باید بافت درشتی داشته باشه، یعنی تار و پودش معلوم باشه. پارچه‌تون رو بذارید روی دایره داخلی، دایره‌ای که بهش گیره داره رو بذارید روش و پیشش رو سفت کنید. قبل از اینکه روی پارچه اصلیتون شروع کنید کار کردن، اول روی تیکه پارچه حسابی تمرین کنید. وقتی دستتون اومد، بیاید روی پارچه اصلیتون کار کنید. نکته مهم اول، نختون باید آزاد باشه. من اول شماره قلم رو عدد بیشتر میذارم. قلم رو جوری تو دستتون بگیرید که کاملا نخو ببینید. کارگاه رو جوری قرار بدید که از میز زیر دستتون فاصله داشته باشه، چون موقعی پانچ کردن سوزن پانچ میزتون خراب میکنه. قلم رو تا آخر فشار بدید و بیارید بیرون. سعی کنید به یک اندازه پانچ بزنید. وقتی مسیر خطتون تغییر میکنه، یا کارگاه رو بچرخونید یا زاویه قلمتون رو تغییر بدید. خب کار رو برمیگردونم، میبینیم پشت کار پوزدار شده. هر وقت اشتباه رفتید، نخو بکشید، بافت باز میشه. بعد نخ انتهای قلم رو بکشید، دوباره به کارتون ادامه بدین. بافتتون که تموم شد، نخو به اندازه بقیه پرس ها قیچی کنید. از اون سمت هم از ته نخو قیچی کنید. این دفعه شماره قلم رو عدد پایین تری میذارم. ببینیم چی میشه. خب همونجوری که میبینید، هرچی شماره قلم کمتر باشه پرس ها کوتاه‌تره و هرچی بیشتر باشه پرس ها بلندتر. فقط از همون اول تصمیم بگیرید میخواییم پرسدار کار کنید یا بدون پرس. یا بهتر بگم از این ور کار میخواییم استفاده کنید یا از اون ور. خب من تر همون پانچ کردم و میخواستم از قسمت پرزدارش استفاده کنم، برای همین شماره قلم رو رو عدد بالاتر گذاشتم. بعد شروع کنید به قیچی کردن نخهای اضافه دو طرف. وقتی تموم شد با قلم خالی نخهایی که تو هم رفته رو در بیارید، تا هم طرحتون واضح دیده بشه، هم کارتون تمیزتر در بیاد. قبل از اینکه از کارگاه در بیارید، دور کارتون رو قیچی کنید.
از کارگاه در بیارید. خودتون رو چسب چوب بیرنگ بزنید تا نخاتون محکم بشه. حالا حاشیه‌های کارتون رو به داخل تا کنید و بچسبونید. بعد میتونید روش لایه چسبون یا پارچه بچسبونید که پشت کارتون هم تمیز باشه. خب کار من کاملا خوش شد. از این تکنیک میتونیم برای دیوارکوب، کوسن، قسمت نشیمنگاه صندلی و خیلی جاهای دیگه استفاده کنید. نکته مهم اینه که سعی کنید طرح‌هایی که خیلی جزئیات داره رو انتخاب نکنید، مخصوصا اگه اولین بار میخواید نیدل پانچ کار کنید. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما این ویدیو رو ذخیره کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستانتون بفرستید. تو ویدیوهای بعدی این هنر و هنرهای بیشتری رو با هم یاد میگیریم.